اگه میخواین یه طراح سایت بشین و شروع کنین به طراحی سایت، شاید براتون این سوال باشه که از سایت‌های فریلنسری استفاده کنم یا خودم یه بیزنس، یه وبسایت، یه تیم طراحی سایت، یه شرکت راه اندازی کنم، شروع کنم طراحی سایت کردن. کدوم یکی میتونه پاسخگوی یه زندگی خوب باشه برای من؟ تو این ویدیو میخوام کامل در مورد تجربیاتم توی کار با سایت‌های فریلنسری یا آزادکاری یا کار برای خودت، یعنی داشتن یه شرکت طراحی سایت، صحبت بکنم. سلام، رضا راد هستم. خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. تو این ویدیو میخوام در رابطه با این صحبت کنم که سایت‌های فریلنسری برای کار، برای کسب درآمد مناسبن یا نه. حالا فرق نمی‌کنه سایت فریلنسری ایرانی باشه مثلا پونیشا یا هر سایت دیگه‌ای، یا اینکه نه، سایت های فریلنسری خارجی مثلا freelancer.com یا Upwork یا حالا هر وبسایت دیگه‌ای که توش میتونم یا استخدام بشم یا به صورت ساعتی یا به صورت پروژه‌ای کار بگیرم، کار رو انجام بدم، ازشون درآمد داشته باشم. خیلی مهمه این پوله، خیلی مهمه. پس کدوم یکی برای من به عنوان یه طراح سایت تازه کار یا یه طراح سایت حرفه‌ای، فرقی نمی‌کنه، مناسب‌تره؟ قبل از هر چیز بهتون بگم این ویدیو پیشنهادی نیست که باهاش بتونید یه مسیر انتخاب بکنید. نه فقط این ویدیو، هیچ کدوم از ویدیوهای من یه پیشنهادی نیستن که بگم خب چون من اینو گفتم شما باید تا ته همینو پیش برید. همیشه من به بچه‌ها، به دانشجوهای عزیز میگم ببین، وقتی من یا یه مدرس دیگه یه صحبتی میکنه، یه حرفی میزنه در مورد مثلا اینکه از چه طریق کسب درآمد بکنید یا بهتون یه پیشنهاد میده، سریع اونو نگیرید بگید چون فلانی اینو گفته من باید تا ته اینو برم. نه، خودتون یه دو تا چهار تا بکنید، یکم فکر بکنید در مورد این قضیه، بهترین انتخاب ممکنو داشته باشین برای اون قضیه. من خودم به شخصه یادمیم که تو زندگی هر وقت به پیشنهادی شده، حالا چه از طرف بزرگترها چه از طرف کسی که تجربه بیشتری از من داشتن، راستش معمولا برعکسش رو انجام دادم. آخر اون چیزی که تصمیم خودم بوده رو انجام دادم و هیچ وقتم خدا شکر پشیمون نشدم از این قضیه. چرا؟ چون ببین، مثال میزنم، من مثلا میخواستم ایران رو ترک کنم بیام دبی، بیام امارات. از هر کی میپرسیدم، اکثر کسایی که ازش رو میپرسیدم میگفتن نه، پیشنهاد میکنم همینجا بمون، کسی که بخواد پول در بیاره همینجا میتونه در بیاره. بعد یه دو تا چهار تا کردم، دیدم اصلا کسایی که دارن به من این پیشنهادو میدن خودشون یه بار تا حالا امارات نیومدن، یا اصلا یه بار خیلیشون خارج کشورم نرفته بودن. بعد من دارم از کیا پیشنهاد میگیرم؟ رفتم از چند نفر پیشنهاد گرفتم، در مشاوره گرفتم که اونا تجربه کار تو خارج کشور داشتن، تجربه کار تو امارات داشتن. با هر کدوم از اونا که داشتن، با هر کدوم از اونا که صحبت کردم، گفتن عالیه، انجام بده، نهایتش اینه که یک سال اونجا کار میکنی، میبینی به اون نتیجه‌ای که میخوایی نمیرسی، برمیگردی ایران، این کارت هم انجام میدی دیگه. بعد دیدم چقدر دارن منطقی تر صحبت میکنن، تو اینکه نه، مثلا شما خلا میری اونجا، اصلا هزینه ها بالاست، هزار تا چیز دیگه، و پیشنهاد نمیکنی. میدونی اولین چیزی که در نظر داشته باش اینه که از کسی در واقع مشاوره بگیر که تجربه اون کارو داشته باشه. یک. دو، از کسی مشاوره گرفتی قطعا و 100% نیاز نیست کاری که اون میگه رو انجام بدی، خودت انجام بده. اگه خوب بود که به خودت افتخار میکنی، اگرم بد بود میگی حالا بد بود دیگه، یه کاری بود انجام دادم، حالا به نتیجه‌ای که میخواستم نرسیدم، شد یه تجربه، میرم سراغ کار بعدی. این کاریه که باید انجام بدین شما عزیزای دارم. خب اما تجربه خودم از کار با سایت‌های فریلنسری، به عنوان کسی که هم تو سایت پونیشا هم تو freelancer.com یه زمانی پروفایل داشتم، کار میکردم، پروفایل ها رو بعد یه مدت کلن دیزیبل کردم و دیگه باشون کار نکردم، میخوام بهتون بگم که چه خوبی هایی داره این کار، کار با سایت های فریلنسری، و بدی که نمیشه گفت داره. داریم دوتا انتخاب میکنیم دیگه بین خوب و خوبتر، کار تو سایت های فریلنسری یا کار توی وبسایت خودمون برای خودمون، داریم در مورد این دوتا تصمیم میگیریم. میخوام بهتون بگم چه خوبی های این داره، چه خوبی های این، کدوم یکی بهتره. ببین، خوبیه کار با سایت فریلنسری اینه، شما نیازی به هزینه تبلیغات نداری، یعنی وقتی میری تو اون سایت ثبت نام میکنی، یه دوتا پروژه نمونه کار خوب داشته باشی، یه دوتا رأی خوب بهت بدن، کارت استارت میخوره و میتونی به یه درآمدی برسی.
معمولا تو سایت های ایرانی من دیدم افرادی و دوستای نزدیکی که تو ماهی 40-50 میلیون تومان درآمد داشتن از سایت های مثلا پونیشا با طراحی سایت. تو سایت های خارجی هم داشتم دوستانی رو و دیدم که مثلا 4000 دلار حدودا، تقریبا 4000 دلار درآمد ثابت ماهانه داشتن. حالا کم و زیاد میشده ولی میانگینش 4000 دلار بوده که خب درآمد بدی هم نیست. دلار الان بخوایم حساب کنیم یه چیزی حدود 100 120 میلیون تومان، یکم بیشتر درآمدشون بوده تو سایتی مثل freelancer.com. حالا این سایت فریلنسری خوبیاش عرض کردم اینه که تبلیغات چون نمیخواد بکنی، درآمدی که داری به نسبت بد نیست، مخصوصا اگه تو سایت‌های خارجی بتونی کار بکنی. حتما در مورد اینکه تو freelancer.com چطور میتونیم کار بکنیم، چطور میتونیم پروژه داشته باشیم، چطور میتونیم حساب داشته باشیم، اینا صحبت میکنم توی ویدیو، ولی فعلا اینو مد نظر داشته باشین که حتما باید یه نفر خارج ایران داشته باشین که بتونین حساب رو باز کنین. مورد بعدی اینه که شما درآمد و تبلیغات و خدمتون عرض کردم، اینکه شما دیگه نگران اینکه حالا من باید یه راه ارتباطی با مشتری داشته باشم یا یه نفر رو داشته باشم که حالا هماهنگی کارا رو انجام بده و این مسائل رو نداری. خب پس سه تا خوبی داشت کار با سایت های فریلنسری: یک، ارتباطاتتون خیلی راحت تر میشه، یه پنل دارین که میدونی صبح تا صبح باید بری تو اون پنل چک بکنی پروژهاتو، اگه موردی بود انجام بدی یا انجام ندی. دومی مورد این که هزینه تبلیغات ندارین، مشتری هست، یه بازار کاریه که مشتری توش هست، مخصوصا تو سایت های پرباز دیدی مثلا پونیشا تو ایران یا freelancer.com تو خارج ایران. و مورد بعدی اینه که هزینه در واقع درآمدی که به شما پرداخت میکنن، هزینه که پرداخت میکنن به ازای ساعت کاری که انجام میدی، نه کمتر نه بیشتر، و کاملا منطقیه این قضیه. اگه پروژه خوب باشه پولشو میگیری، اگه خوب نباشه پولشو نمیگیری، کاملا طبیعی. اما بریم سراغ دومین مورد که من پیشنهادم اینه، خب نمیگم قطعا برید این کارو بکنید، پیشنهاد خودم اینه. من خودم اوایل کار تو پونیشا کار میکردم، یه زمان تو freelancer.com، بعد اومدم سراغ طراحی سایت با وبسایت خودم. البته قبلش هم تجربه کار رو وبسایت خودم و داشتن تیم طراحی سایت داشتم. اینی که میگم بحث مثلا تجربه که داشتم برای سال 88 89 90 شمسیه، تقریبا 10 سال پیش یه تیم طراحی سایت داشتیم ما به نام express.ir که اونجا کارهای طراحی سایت انجام میدادیم، هزینه‌اش رو دریافت میکردیم. خب چرا میگم این؟ تنها به یه دلیل. ببین ارتباطات سخت‌تره، یعنی شما یه پنل واحد مثل سایت freelancer.com نداری، هزینه تبلیغات رو داری، تولید محتوا باید بکنی، هزار تا کار دیگه وقت بیشتری ازت میگیره، کاملا طبیعیه، هزینه نیروی کار رو داری و خیلی چیزای دیگه. ولی یه موضوعی که شما یه مزیت خوبی که داری تو این حالت، حالتی که خودت وبسایت داشته باشی، تیم طراحی سایت داشته باشی، اینه که واقعا دیگه نیازی نیست درگیر کنی خودتو با اینکه مثلا اون وبسایت قرار حسابتو ببنده. مثلا freelancer.com از یه کار شما خوشش نیاد بزنه حسابتو ببنده، یا حداقل یه لیست از شماره تلفن مشتریات داری، یه لیست از ایمیل مشتریات داری، مشتریای خودتن نه مشتریای freelancer.com. خب در نتیجه خودت خیلی راحت تر میتونی با مشتریت ارتباط برقرار بکنی، هر جور دوست داشتی قیمت بدی، یه بازار کاری نیست که رقابتی باشه. شما داری حرفه‌ای کار میکنی، میگی من به عنوان یک فرد حرفه‌ای زیر مثلا 30 میلیون تومان بابت هر پروژه طراحی سایت نمیگیرم، من کارم حرفه‌ایه، بابت این زیر این نمیگیرم. حالا تو سایت مثلا فریلنسر میری میگی من 1000 دلار بابت این پروژه میگیرم، مثلا یه نفر هندی میاد میگه من با 20 دلار اینو انجام میدم. خب مشتری کدومو انتخاب میکنه؟ قطعا اونی که با 20 دلار انجام میده رو، خیلی از مشتری ها 99%شون. پس رقابتتون کمتره تو وبسایت از نظر قیمتی، از نظر کیفیت، از نظر خیلی چیزای دیگه. از اون طرف شما دسترسی داری به دیتابیس مشتریات، میتونی با مشتریات کار بکنی و خیلی چیزای دیگه. این دقیقاً همون تجربه‌ای که من مثلا تو سایت سایت‌های مثل مارکت پلیس های فروش قالب وردپرس هم داشتم. مثلا تو تمفارست یه مدت زمان خیلی زیادی من بررسی کردم، با دوستایی که تو تمفارست دارن محصول میفروشن صحبت کردم، گفتن پیشنهاد میکنم رو سایت خودت قالب و محصولی که میسازی و بفروش، نه رو تمفارست، چون رو انوتو، تمفارست، کد کنیون
وقتی میای محصولات تو میذاری میخوای بفروشی، هزار تا محصول دیگه وجود داره که ممکن از محصول تو بهتر باشن، قیمتشون هم پایین تر باشه، و باید با اون خارجی هایی که حالا یه تیم خیلی بزرگ دارن رقابت بکنی. ولی وقتی بیای رو وبسایت خودت، رقابتت یکم کمتره، مشتریت مشتری خودته و به دیتابیس مشتریات دسترسی داری. ببین قیمت رو میشه برد پایین، کیفیت محصول رو میشه برد بالا، ولی دیتابیس مشتری چیزیه که شما تو مارکت پلیس ها، تو سایت های فریلنسری نداری. سالهای سال کار میکنی، بعد میبینی تنها چیزی که داری یه پروفایله که با یک کلیک مدیر اون سایت میتونه حذفش بکنه، یا کارشناسای اون سایت میتونن 1% احتمال بدن که شما داری خلاف قوانینشون کار میکنی و حسابتو ببندن و درآمدت صفر بشه. اینو من بارها و بارها تو سایت های مخصوصا مارکت پلیس که بحث فروش قالب و پلاگین وردپرس هست، حالا چه ایرانی چه خارجی، دیدم. دوستانی بودن که ماها سالها زمان گذاشتن، با یک کلیک حسابشون بسته شده و کلن مشتریاشون رفتن. پس مراقب زمانتون باشین که ارزشمندترین چیز شماست. نمیگم سایت فریلنسری بده، ولی من باشم بین این دوتا اینو انتخاب میکنم. حالا شما با توجه به این خوبی ها و بدی هایی که بهت گفتم، ببین کدوم یکی رو میتونیم انتخاب بکنیم. یه نکته دیگه هم این که اگر طراحی سایت رو میدونی که خیلی عالیه، چنلمون رو دنبال کن، سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن، چون کلا در مورد طراحی سایت، مدیریت سایت صحبت میکنیم تو میهم وردپرس. اگر طراحی سایت رو نمیدونی، حتما وارد این لینک شو. بهت اینجا یاد دادم که چطور سایت خودتو تو عرض 2 ساعت طراحی بکنی، چطور تبدیل بشی به یه طراح سایتی که میتونه از همین فردا پروژه طراحی سایت بگیره، ولی باید روز به روز پیشرفت بکنه، بهتر و بهتر و بهتر بشه و درآمدشو افزایش بده. امیدوارم ویدیو برات مفید بوده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب هم که یادت نمیره، اون زنگوله کنار سابسکرایب هم بزن که وقتی من ویدیو جدید برات میذارم ببینی و لذتشو ببری.